Welcome to Hard Talk. I'm خوش آمدید به هاردتوک، من ستیون ساکر هستم. عصر اینترنت آسیب‌پذیری ملت‌ها ملت ها، شرکت های سهامی و همه ما آدم ها را بیشتر کرده. اطلاعات و داده ها یعنی ارزشمندترین کالا های ما در معرض خطر هکر است با انگیزه های گوناگون گون چون طمع منافع ملی یا عقیدتی مهمان امروز من لوری لاف از کودکی خوره با استعداد کامپیوتر بوده و بعد به جمعی پیوست که اصطلاحا گروه رخنگران کنشگر خوانده می شود او به حک کردن اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا متهم شد و چیزی نمانده بود که به این جرم فرستاده شود می ببینیم که از پرونده او چه حقایقی در زمینه امنیت سایبری That's get him on the realities of cybersecurity. لری به هارت خوش آمدید سلام از ایدارتون خوش وقتم. با این واژه هکر شروع کنیم آیا شما خودتون هکر میدونید یا هیچ وقت هکر دونستین؟ بله من خودم رو هکر میدونستم شاید از دوازده سیزده سالگی و از این عبارت راضی هم بودم چون در فرهنگ ما این واژه در ابتدا هیچ بار معنای منفی نداشت بلکه به کسی اطلاق میشد شد که به سادگی تعریف و تحلیل قالب از مسائل و کار کرده رو نمیپذیره و میخواد ازشون سر در بیاره رو در هم بریزه و با استفاده از فناوری به شیوه های تازه یا نوآورانه بازسازی کنه بنابراین فکر می مفهوم مثبتی بسیار خب شاید انگیزه اصلی شما کنجکاوی بوده اما حالا اون کلمه مفاهیم خیلی بیشتری پیدا کرده ما امروزه هکرها رو به عنوان کسانی میشناسیم که میخوان به دلایل گوناگون دفاع سایبری رو از بین ببرند خیلی از این دلایل بدخواهانه است اگر این تعبیرات اثر کردن رو در نظر بگیریم شما در کجای این معادله قرار میگیرید ما در ده 1990 مدتی درگیری جنگ زبانی بودیم و اون وقتی بود که تلاش کردیم کاری کنیم که مردم برای رخنگرهای سایبری با انگیزه های بدخواهانه یا مجرمانه عبارت های دیگهری به کار ببرند مثل کراکر یا حریم شکن تا بین کسانی که فقط برای سرگرمی کاری میکنند و اونایی که خلافکار هستند فرق گذاشته بشه اما موفق نبودیم و در نتیجه این واجه ها تداخل پیدا کردند برای همین حالا باید در هر مورد زمینه و موقعیت کار رو سنجید و دید اگر اگرک به انگیزه آسیب رسانی یا سود مالی یا بخشی از پروژه مجرمانه یا فعالیت خصمانه دولتی علیه دولت دیگه انجام بشه من بین این هکرها و هکرهایی که برای بهبود فناوری یا تشخیص ضعف ها و تحکیم امکانات دفاعی رخ نمی کنند تا ما آسیب پذیر نباشیم تمایز قائلم In about... جالبه که در پاسخ سوال اول راجع به برداشتتون از هکرها به دوران کودکیتون اشاره کردین میخوام شما رو دوباره به اون دوره ببرم و بپرسم که آیا از استعداد فوقلاده برخوردار بودین؟ من در شروع برنامه عبارت خوره کامپیوتر گیک رو در مورد شما به کار بردم که به نظرم کمی جانب داران است آیا خودتون رو خوره کامپیوتر میدونستید؟ و برای اینکه کسی هکر باشه تا چند ازا باید با استعداد و نخبه باشه؟ من به شکل متفاوتی با استعداد بودم. بخشی از روندی که ما برای شناسایی دگرسانی‌های های ذهنی طی کنیم مربوط میشه به تشخیص اینکه افراد میتونن مجموعه استعدادهای متفاوتی داشته باشند که مکمل استعدادهای خواهد بود که افراد دیگه دارند. بنابراین خود من مبتلا به اسپرگر بودم که نوعی اختلال طیف اوتیسمه و این توانایی رو با آدم میده که به چیزی علاقه شدید داشته باشه. اون رو خیلی عمیق بفهمه و اطلاعات بسیار گستردهای رو دربارش به ذهن بسپر و جذب کنه. به نظرم در خیلی از خوره ها این ویژگی ها رو میشه دید. چیزی هست که به اون علاقه دارن، میشناسندش و بر اون مسلط میشن. این توانایی از سنین کم معلوم میشه مثل استعداد در ریاضی یا علوم. درسته پس شما در نوجوانی هرچه بیشتر و بیشتر مجذوب کامپیوترت شدی و اینکه چطور کار میکنه و چطور میشه از اون به عنوان شیوه های متفاوت از اغلب افراد استفاده کرد همین زمینه شد برای آشنایی با حک کردن و گروه های چون گروه موسوم به ارتش سایبری که شما با اون مرتبط بودی حتی در نوجوانی و کمی بعد هم با گروهی به نام انانیمس یا ناشناس در ارتباط شدی تصویری که شما از خودت برای من ترسیم کردید تصویر جوونیه که انگیزش کنجکاوی در زمینه کامپیوتره اما اون گروه ها انگیزه های بس فراتر از این داشتند بله ارتش سایبری در دهه 90 میلادی پدیدار شد و تا حدی پیشاهنگ گروه های رخنگر دیگری چون انانیموس محسوب میشه اما اون گروه کمتر به چی بهش میگیم فعالیت های دستد که مستلزم به خطر زدن کامپیوتر بود پس این کار نمی کنید که با انانیموس ارتباط داشتید من انانیموس رو کمتر به عنوان یک گروه و بیشتر به عنوان یک تاکتیک میبینم چیزی مثل گروه اعتراضی بلوک سیاه تاکتیکی که افراد در تظاهرات اعتراضی به کار میبرند تا شبیه هم سیاه بپوشند و از یه ناشناختگی جمعی برخوردار بشن بنابراین اگه کسی خودش عضو انانیموس معرفی کنه در واقع از هدفش دور شده <تصفيق> <تصفيق> موضوع رو در این لوس میکنه حرف من تلویحا همون معنی رو داره یعنی اقرار به چنین چیزی بی است اما پروتکلی وجود داره هر کسی میتونه این تاکتیک رو به دست بیاره و به کار ببره تا اگر برای هدفی کمپینی به راه بتونه پیامش رو برسونه <applause> <applause> خب بریم سراغ اقدام حقوقی که در واقع در سال 2013 صورت گرفت زمانی که به سراغ والدین شما رفتم. پیش از اون شما دانشجو بودید مدتی ترک تحصیل کردید اما به هر حال جوان با استعدادی بودید و در خونه پدر مادرتون در سافوک زندگی می‌کردید یه روز زنگ در به صدا در اومد مقامات بریتانیایی بودن که می‌گفتن اطلاع دارن که شما بعضی از حساس ترین اینترنتی نظامی در دولت فدرال آمریکا رو هک کردید درسته در واقع فردی بود که یونیفرم یو شرکت پست آمریکایی رو به تن داشت زنگ در زد و گفت که بسته برای لاریلا اومده به نظرم اومد که او بیشتر کسی بود که فقط میخواست من به سرعت برم و بسته رو بگیرم و نه یه افسر پلیس یا مامور NCA که همون سازمان ملی مقابله با جرائم باشه بسته رو دریافت کردم هشدار مربوط به حقوق قانونی خودم بود که اونو خوندم ولی گفتید که NCA یا سازمان ملی مقابله با جرائم عهده این تحقیقات بود <applause> بله تا اونجایی که تحقیقات صورت میگرفت بله قطعا در اکتبر 2013 روزی زنگ در به صدا در و از اونجا روندی شروع شد که پنج یا شش سال ادامه پیدا کرد و در این روند مقامات بریتانیا و آمریکا هر دو دخیل بودند به این معنا که مقامات انگلیس عهدهدار تحقیقات بودند اما در واقع بخش عمدی از اطلاعات و انگیزه پیگیری موضوع از جانب آمریکا بود نقل قولی هست از پریت بارارا داد دادستان بخش جنوبی نیویورک که از قضا در ارتباط با موضوعی دیگه مهمون این برنامه بوده اما به هر حال در پرونده شما نقش مهمی داشته او گفته لاری لاف یک هکر خبره است که برای مثال به کامپیوترهای بانک مرکزی ایالات متحده و کامپیوترهای ارتش آمریکا و ناسا و نهادهای دولتی رخنه کرده اطلاعات شخصی حساسی رو دزدیده اونا رو در سطح گسترده‌ای در دسترس قرار داده و از این راه افراد رو با خطر سوء استفاده از اطلاعاتشون مواجه کرده حالا که به نظر میرسه آمریکا از تلاش برای استعداد شما دست کشیده باشه میتونید به من بگید که آیا این حرف حقیقت Can you tell me, is that true? Um, so, I don't think. فکر نمی کنم از تلاش دست کشیده باشن دادگاه عالی تصمیم دادگاه وستمینستر رو لغو کرد و این به دلایل مهمی انجام شد و ما به اون موضوع هم البته می پردستم. باشه بنابراین اگر سوال شما اینه که آی من مرتکب جرایم ادعایی شدم یا نه مشکل اینه که پرونده هنوز زیر نظر قاضیه و ممکنه یعنی من احتمال میدم که شاید در مقطعی در بریتانیا متهم شناخته بشم و بعد پرونده دوباره به دادگاه میره و بنابراین واقعا درست نیست که من روند طبیعی پرونده رو با اظهار نظر درباره موضوع مختل کنم. بله متوجه هستم چون مشخص نیست که مقام های بریتانیا بالاخره شما رو متهم بشناسند یا نه از نظر حقوقی در موقعیت حساسی هستین اما بعضی مسائل در رسته عمومی مطرح شده که من مایلم دربارهشون با شما صحبت کنم مثلا در مدارک دادگاه مقامات آمریکایی ادعا کردند که پس از زیر نظر گرفتن فعالیت های اینترنتی شما فهمیدن که یه بار گفتید و این جمله رو از شما نقل کردند که شما اصلا نمیدونید که ما یعنی شما همکارانتون اگر بخوایم میتونیم تا چه حد در اینجا کلمی هست شده که مردم خودشون میتونن حدس بزنن چی بوده موی دماغ دولت آمریکا بشیم اینجا در بریتانیا راه و روش ما اینه که وقتی پرونده کسی در دست بررسی شواهد رو علنی نکنیم وقتی کسی بازداشت یا متهم میشه در اون مرحله اجازه داره که شواهد رو ببینه تا دفاع خودش رو تنظیم کنه من فقط میخوام بدونم آیا شما احساس میکنید که میتونید اگه بخواین در فعالیت های اینترنتی و سایبری بانک مرکزی آمریکا بذارید همون عبارت موی دماغ شدن رو به کار ببرم موی دماغشون بشید این توانمندی رو دارید یا اید موضوع رو به طور مجرد مطرح کنیم کسی که در زمینه امنیت پیشتا این توانمندی رو داره که چیزی رو به خطر بندازه از این ظرفیت بالقوه هم برخورداره که اختلال ایجاد کنه و ما نمونه این رو پیش از این در رخنه های اطلاعاتی دیدیم و همون فرد البته این توانمندی رو هم داره که با بکارگیری همون مهارت ها از بروز این موارد جلوگیری کنه و این کار رو به عنوان عضوی از جامعه مدنی انجام بده و این کاریه که من حالا در مقام مشاور امنیت سایبری انجام میدم من به شبکه ها کمک میکنم تا از احتمال بروز رخنه نظیر اون چیزی که در آمریکا اتفاق افتاد بر کنار پس شما به یک معنا به قول اون ضرب المثل قدیمی شکارچی بودید که حالا شکاربان شدید بله و ما کاملا اگه اشکال نداره سوال من اینه که آیا دیدگاه عقیدتی شما تغییر کرده چون شما به نظر میسته که شکارچی بودید البته اگر شما رو با ارتش سایبری و نانیمس و اون ذهنیت مرتبط بدونیم کسی بودید که احساس میکرده قدرتمندان پاسخگو نیستن و شما میخواستید که این قدرتمندان رو به ویژه در مورد تشکیلات ارتش آمریکا با کشف و انتشار اطلاعات فوق محرمانه تضعیف کنید با این حساب آیا حالا باورهای عقیدتی شما کاملا عوض شده؟ بیایید پیشامت ها رو در زمینه و متنشون ببینیم کمپینی که تشویق شدم در اون مشارکت کنم بعد از مرگ آرون سوارت شکل گرفت او یه متخصص جوون و آینده داره فناوری بود و بعضی از پروتکل هایی رو نوشت که وب از اونها به وجود اومد وزارت دادگستری آمریکا و پیگرد بیش از حد سخت گیرانش چنان اون رو آزار داد که موجب مرگ البته به عبارت روشن او خودکشی کرد بیوز. خودکشی کرد چون برای دانلود کردن مقالات علمی با چند ده حبس و میلیون ها دلار جریمه روبرو بود اما دلیل واقعی پیگرد قضایی ستیز جویانه علیه او مشارکتش در کمپین هایی بود که برای اینترنت رایگان به راه افتاده بود و همینطور ارتباطش با گروه های مثل ویکیلیکس درست با این حال کشورهای دموکراتیک به یک مفهوم ناگزیرند که اسرار خودشون را حفظ کنند نه منظورم اینه که فکر میکنم مردم موافقند که بعضی از اسرار حفظ بشه اما شما تلاش میکردید که تیشه به ریشه اون اسرار بزنید و یا دست کم اون کسانی که مسئول حمله های سایبری خاص در این موارد بودند تلاش داشتند که تیشه به ریشه اسرار بزنند این طور می شد اگر اون اطلاعات با آگاهی مردم می بنابراین موضوع اینه که اون اطلاعات در دسترس قرار گرفت چون ناامنی وجود داشت شبکه هایی که درباره حساسیتشون صحبت می کنیم به میزان شرماوری ناامن بودند بدون که بخوایم به موارد خاص اشاره کنیم آیا به طور کلی و حتی امروز رخنه کردن به این شبکه های سایبری به اصطلاح شدیدن امنیتی و به شدت محافظه شده آسان تر از اون چیزی که مردم تصور میکنن اصطلاحی که برای این مورد به ذهن خطور میکنه اینه که خدا رو شکر که من در اون موقعیت نیستم امروزه تعداد هک شده ها بیشتر از حک نشده است و ما تازه فقط نوک کوه یخ را میبینیم این مسائل فقط وقتی علنی میشه که کشف شده باشند یا داده ها رو در بازار سیاه و بفروشند. به خیلی از رخنه ها پنهان میمونن چون رخنه ها نمیخوان اونها فاش بشن فقط یه نکته آخر رو هم در تجربه شخصی شما بگیم شما راه پر پیچ و خمی رو طی کردیم در سال 2018 دادگاه تجدید نظر بریتانیا تقاضای آمریکایی ها برای تحویل دادن شما به اونها و مواجهه با اتهاماتی که توضیح دادید رو رد کرد این کار رو به دو دلیل انجام دادن یک دلیلش در نظر گرفتن سلامت عقلی شما بود و اینکه در گذشته مبتلا به اوتیسم بودید و سابقه ابتلا به افسردگی داشتید و گهگاه دچار اختلالات ذهنی و روانی جدی بودین اونا احساس کردند که اگر به آمریکا تحویل داده بشین شاید به سلامت عقلی و روانی شما در اونجا لطمه بخوره در طول این روند گاه و بیگاه تا چه حد به تجربه ابتلا به یک آرزوی جدی نزدیک شدید actively to acutely suicidal باید بگم که در طول تمام فرایند استعداد من فعالانه و به شدت تمایل به خودکشی داشتم شاید تیر و تار ترین دوره وقتی بود که ما در دادگاه بدوی وستمینستر بازنده شدیم در اون زمان بعد از پرونده گری مکینن قانون عوض شده بود و حق درخواست تجدید نظر دیگه خود به خود در دسترس نبود بنابراین احتمالش بود که دادگاه عالی درخواست تجدید نظر رو نپذیره و در اون حالت فرماندهان نیروی انتظامی دولت مرکزی آمریکا می اومدن و پلیس پایتخت بهشون کمک میکرد که منو ببرند و تا اونجایی که به من مربوط میشد این به معنی پایان زندگیم بود اینکه چقدر طول میکشید تا بمیرم شاید مشخص نبود اما میدونستم که از سلول زندان که قرار بود بقیه عمرم رو توش بگذرونم زنده بیرون نمیومدم حالا یا بر اثر خودکشی میمردم یا سهلنگاری زندانبان یا مرگ طبیعی در سلول اصل عبارتی که قضات دادگاه عالی یعنی رئیس کل دادگاه به برد این بود که فرستادن کسی مبتلا به عوارض پزشکی که من داشتم به زندانهای آمریکا ناعادلانه و ظالمانه است. خیلی از افراد متخصص هم شهادت دادند که چقدر شرایط در اونجا ناگواره، به خصوص در زندان تعدیبی متروپولیتن. اما در کل، در زندانهای فدرال آمریکا مراقبتهای روحی و روانی ناکافیه و این دلیل دیگه ایه برای ضرورت اصلاح زندانها در آمریکا. واقعا مشکل میشه بعضی از حرفهای شما رو در طول اون روند حقوقی و دوره که معلومه در اوج ناامیدی بودید تعبیر و تفسیر کرد در یک مقطع گفتید و احتمالا خودتون هم این جمله رو به یاد دارید که پیش از اینکه منو سوار هواپیما کنند و به آمریکا ببرند خودم رو میکشم اونا میتونن هر چقدر میخوان خشونت علیه من به کار ببرند اما اراده من فرمانروای جسم و جان منه کماکان همینطوره این, این جمله یادآور شعری سروده شخصی در جنگ جهانی اول به این مضمون که من فرمانده سرنوشتم هستم اگه زندگی انسانی شما و ارزش هاتون به عنوان یک انسان به این اندازه تنزل پیدا کنید که تا پایان عمر حبستون کنند که سرمشقی باشید برای اینکه دیگران از راه کمپین های, های هکتیویستی یا رخنگرانه به جستجوی عدالت بر نیان و در شرایط وحشتناک و فراموش شدگی به سر ببرید در اون صورت فکر نمی کنم زندگی شما از اون کرامت انسانی بر خوردار باشی که هر انسانی سزاوارشی. فکر کنم شما به وضوح خودتون را در موقعیت کسانی بینید که با پیامدهای نقض مقرراتی روبرو شدن که آمریکا برای تضمین امنیت سایبریش وضع کرده کسانی مثل چلسی منینگ و جولیان آسانج فکر کنم بعد از پیروزی نهایی شما در دادگاه تجدید نظر و برطرف شدن احتمالی تحویل دادنتان به آمریکا شما کمی بعد به دیدن جولیان آسانج رفتید زمانی که او هنوز در سفارت اکوادور در لندن بود چرا این کار رو بله چلسی منینگ به رغم اینکه محکوم شد و حکمش به وسیله پرزیدنت اوباما لغو شد در واقع میبایست بزنن زندگیشو کنه الان برای اهانت به دادگاه در زندانه پاشو کشوندن به این دعوای حقوقی هیئت منصفه اعلا چون به عقیده من آمریکا یا عناصری در آمریکا واقعا میخوان که جولیان آسانج رو برای کار روزنامه نگاریش به چنگ بیارن و چلسی منین کسی بود که ویدئوی محرمانه قتل جانبی رو افشا کرد و اطلاعات مهمی رو در مورد چگونگی عملیات نظامی در عراق و افغانستان در اختیار مردم گذاشت در حالی که در اون زمان متاسفانه رسانه های دیگه اطلاع رسانی شفاف رو رعایت نکردند <تصفح> <تصفح> خب من این نکته رو خوب میفهمم ولی باز برگردم به موضوعی که پیشتر هم مطرح کردم من فقط میخوام بدونم که آیا شما قبول میکنید که کشورهای پایبند به دموکراسی و شاید کشورهایی که مستبدتر باشند هم نه فقط خواستشون اینه که اسرار مربوط به امنیت ملی خودشون رو حفظ کنند بلکه حق دارند و ملزم هستند که این کار رو بکنند و در واقع در دل کشورهای دموکراتیک مردم با این هم موافقن و اون رو مجاز میدونند در حالی که شما و افرادی چون شما که تلاش میکنن که این نو سپر دفاعی رو از بین در واقع برخلاف خواست مردم عمل میکنند ببینید هیچ کس با این موافق نیست که جنایت جنگی مخفی بمونه هیچ کس با این موافق نیست که مردم مطلع نشن که مالیاتی که میپردازن چطور هزینه میشه و چطور در مناطقی که جنگ جریان داره اغلب اوقات این مردم عادی و غیر نظامی هستن که کشته میشن ما میخوایم که افشاگران در جامعه آزاد و پایبند به دموکراسی وجود داشته باشند چون اگه شفافیت نباشه، اگه آفتاب روشنگر شفافیت نباشه، گرایشی خود به خودی به فساد است. So بنابراین لازمه شاید تضادی به وجود بیاد بین حفظ اسرار و شاید منافع ملی ایجاب کنه که اسرار حفظ بشه اما گاهی این معادله باید به هم بخوره چون مردم حق دارن که بدونن و ضروریه که مسائل آشکار بشه و به اطلاع مردم برسه و اقدامات چلسی منینگ از نمونه های افشاگری بود و به درستی هم تقدیر شد جولیان آسانج این راه رو هموار کرد و اینکه الان با حکم سال زندان روبروی به نظرم شرم آور خب گفتن نداره که سرنوشت جولیان آسانج در حال حاضر بسیار نامعلومه بذارید برگردیم به شما و آیندهتون برای من جالبه که شما حالا با یک شرکت مشاوری کار میکنید که در استرالیا مستقره و برای کسب و کارهای تجاری امکان رو فراهم میکنید که از اسرار خودشون محافظت کنند و دارید علیه هکرها کار میکنید یک نکته جالب دیگه هم به نظر من که وقتی نظام بهداشت و درمان انگلیس با حمله ویروس بسیار خطرناک که هم اسمش وانا بود روبرو شد شما به دولت کمک مشورتی میدادید با این حساب آیا درست خواهد بود اگه شما حالا یک هکر کلاه سفید شدید بله اینطوره بین هکر کلاه سفید و هکر کلاه سیاه تمایز وجود داره به این معنا که اولی در چارچوب مقررات و ضوابط جامعه فعالیت میکنه اما هکرهای کلاه سیاه بیشتر معیارها و انگیزه های خودشون رو دنبال میکنن اما نمیشه واقعا این دوگانگی سیاه و سفید و مطلق دونست چون مثل طیفی که در گسترش انواع رنگهای خاکستری هم هست اما اینو میتونم بگم که من هیچ وقت قصد و انگیزه بدخواهانه نداشتم حتی اگر در کمپین های هکتیویست های انانیموس به هر صورتی مشارکت کردم انگیزم تحقق جامعه عادلانه تر و انسانی تر بود با توجه به مجموع مهارت هایی که دارم و متاسفانه تقاضا برای این نوع مهارت ها بسیار زیاده چون نمیتونیم به میزان کافی افرادی که این نیازها رو دارن آموزش بدیم تا بتونن پاسخگوی ضروریات امنیت سایبری باشن اگه من مهارت ها و استعداد خودم رو برای امن کردن دنیا به کار نبرم در واقع اونا رو هدر دادم حالا که حرف بینش و مهارت های شما پیش اومد بیاین راجع به نسل آینده صحبت کنیم شما الان سی و چند ساله ای دما میدونم که وقت زیادی صرف فکر کردن در نسل آینده خوره کامپیوتری می کنید که برای درک و گسترش ظرفیت های کامپیوتر استعداد های ویژه ای دارن چطور میتونید مطمئن باشید که کودکان نسل بعد یعنی کسانی درست با ویژگی های خودتون به هکرهای خطرناک تبدیل نشن بلکه افرادی بشن که با مهارت های کامپیوتریشون به جامعه چیزی مثبت ارائه کنند این کاملا بستگی داره به اینکه ما ریشه ها رو در بستری مناسب قرار بدیم تا برای ایفای نقشی درست رشد کنند در حال حاضر آدم های بسیاری هستند که این استعدادها رو دارند. اما نه در مدرسه استعدادشون کشف میشه نه در روند درست استخدام اغلب اوقات به این دلیل که مثل من دچار دگرسانی های ذهنی هستند لزوما رزومه کاری خوبی ارائه نمیدن که به مصاحبه کاری موفقی منجر بشه اما پشت کامپیوتر که قرار می گیرن اجاب هست. بعضی ها همین مهارت ها رو پیدا می کنن چون به بازی های ویدیویی علاقه دارن و در این نوع بازی ها هدف همیشه اینه یعنی که حریف تو از پا در بیاری. و اگه مهارت بیشتری پیدا کنی از اوت این کار برمیاد اگه بتونی با تقلب حریف شکست بدی مشکلی نیست بعضی این خطر اخلاقی وجود داره که اونا به جمع های ملحق بشن که ازشون یاد بگیرن چطور بازیها رو حق کنن و بعد شاید افرادی از گروه های تبهکاری سازمان یافته استعداد اینا رو شناسایی کنن و بهشون میگن بیایید برای ما کار کنید و پول هنگفت به دست بله وارد بازار سیاه وب میشن اما موضوع فقط این نیست. الان کسب و کارهای مشروعی هستن که گاهی چندین میلیون دلار می‌ارزند. و اینا پاداش های کلان میدن به کسایی که بتونن راه های پنهانکاری و تقلب و نفوذ در بعضی سیستم های عامل اصلی چون اپل و اندروید که همه ما استفاده میکنیم رو پیدا کنند میلیون دلار در دسترس جوونایی که بتونن شیوه حک کردن برای از کار انداختن سیستم های امنیتی رو کنند آیا این پدیده به نظر شما سودمنده یا به طور بالقوه خطرناکه؟ نه به نظرم این یه تحول عالیه در اوایل دهه 90 وقتی متوجه مشکل امنیتی در یه وب هاست در بریتانیا شدم که اون موقع بزرگترین وب هاست بریتانیا بود سعی کردم کار درست رو انجام بدم با ادمین اونا تماس گرفتم و گفتم که سیستم شما به این دلیل ناامنه و اونا فقط ارتباط رو قطع کردن پلیس رو خبر کردن و اینترنت من قطع شد اصلا نمیخواستن گفتگوی برقرار بشه تا مدت مدید و هنوز هم که هنوز پژوهشگران امنیت اینترنت با خطر متهم شدن به خلافکاری مواجهن اخیرا در یک میزگرد دانشگاهی گفته شد که ما باید پژوهشگران امنیت رو به عنوان مدافعان حقوق بشر به رسمیت بشناسیم چون اونا این توانمندی رو دارن که مشکلات امنیتی رو شناسایی کنند و ما باید با بازنگری در قانون برای اونا جایگاهی مسون فراهم کنیم باگ باونتی ها این نگاه رو دادن بله همینه هدف از این برنامه اینه که اگه باگی رو پیدا کردید یا دیدید چیزی به شکلی عمل میکنه که نباید میکنه. یعنی متوجه ضعفی شدیم بله ضعف یا آسیب پذیری و فقط با تحریک یا آزمایش سیستم میشه به این مسئله پی برد کاری که شرکت هایی که این باونتی ها رو دارن انجام میدن اینه که امکانات دفاعشون رو کاهش میدن و به شما میگن که حالا میتونید آزمایش کنید و ما با شما یه قراری میذاریم اینکه شما هیچ آسیب به سیستم وارد نکنید بعد گزارشی بنویسید تا ما بر پایه اطلاعاتش عمل کنیم و بعد عملکرد شما را ارزیابی میکنیم و هر چه هزینه کردید رو پردازیم این برای وقتی که همه چیز در امنیت کامل انجام بشه اما مواردی هم هست که احتمال میره افراد اطلاعاتی رو که در مورد ضعف و اشکالات کشف میکنن به بازیگران سالسی بفروشند و این بازیگران سالس انگیزه های بدخواهانه ای دارن و اینا دوباره ما رو برمیگردونه به این بحث آیا شما به عنوان یکی از آگاهترین متخصصان امنیت کامپیوتر باور دارید که همه ما و از جمله شرکتها و دولت ها میتونیم واقعا مطمئن باشیم که در دنیای آنلاین از امنیت برخورداریم من میخوام برنامه رو با نقل قولی از ادوارد سنودن به پایان ببرم او همین چند روز پیش گفت ببینید کامپیوتر شما امنیت وسایلتون یا ایمل یا نائمه. هیچ راهی وجود نداره که شما وسیله رو از دستبرد آدمهای بد در امان نگه دارید اما اون رو در دسترس آدمهای خوب قرار بدید حقیقت اینه که یا همه ما از امنیت برخورداریم یا هیچکس امنیت نداره به نظر شما کدوم درست زمینه بحث این اظهار نظر رمزگذاری بوده و تلاشهایی که از جانب سرویس های امنیتی دولت ها برای تضعیف رمزگذاری صورت میگیره و ما رمزنگاری رو نیاز داریم تا بتونیم در امنیت ارتباط برقرار کنیم و داده ها رو ذخیره کنیم از نظر امنیت کلی سیستم های کامپیوتری این یه فرایند پیوسته است همواره باید دنبال این باشید که ها رو پیدا کنید و اونا رو از بین ببرید ما مشکلی آیا امنیت ما بیشتر میشه یا کمتر؟ داریم بهتر میشیم و من این در فضای کارم میبینم که ما در خانواده امنیت کامپیوتر در حال تکوین محیطی هستیم که در اون افراد با هم همکاری کنند تجربه هاشون رو به اشتراک میگذارن. سیستم های دفاعی بهتر بشه ما در واقع داریم برای اینترنت یه سیستم ایمن به وجود میاریم و تماشای اون واقعا جذابه و من خوشحالم که بخشی از این روند هستم لوری لاف حضور شما در این برنامه واقعا جذاب بود بسیار سپاسگزارم خواهش میکنم